Xonandagoni muassisi ta'limiy xususiy litsey Rustamov bu tashkili chorabini baxshida bayaqsudu dastolagi Mirzo Tursunzoda dastovartoy xudro ba namoyish guzoshtand. Ma'muriyati muassisa muovini reisi kumiti ijroyi hizbi xalqi demokratiy Tojikiston dar viloyati So'xd, reisi kumi ijroyi hizbi xalqi demokratiy Tojikiston dar shahri Xo'jand va faoloni shahri Xo'jand az dastovartoy xonandagon didan kardand. Dar sahni muassisa xonandagon baxshoyi rassomi hunarhoyi mardumiro ba namoyish guzoshta az ashori Mirzo Tursunzoda bo zabonhoyi rus و تاجیکی و خارجی شعرها قرائت کردند. Creativity مرزا ترسونزاده has observed the hopes and intentions of several people. در درآمدگاه مؤسسه گروهی دیگری خوانندگان محفل شاهمات بازی را به نمایش گذاشتند. دیکتور مؤسسه میگوید خوانندگان در چند آزمون‌های شهری و ناحیوی، ولایتی و جمهوریوی از روی ورزش اقلانی شاهمات اشتراک کرده و یک قطار دستاوردها نایل گشتند. در آشیانه دویمی مؤسسه خوانندگان از فنی فیزیکا تجربه‌های گوناگون را اجرا کردند. با اعلان شدن 20 ساله آموزش فن‌های دقیق ریاضی و طبیعت شناسی، مأموریت مؤسسه بیشتر خوانندگان را با آموزش فن‌های دقیق جلب کردند. گذرانیدن تجربه‌های فیزیکی هم از جانب خوانندگان صنف‌های بالایی مؤسسه مهمانان را تا جایی به حیرت آورد. بعدی معرفی دستاوردهای خوانندگان در تالاری مؤسسه چاربینی ادبی فرهنگی به مناسبت 110 سالگی شاعر نویسنده قهرمان خلق تاجیک مرزا تورسونزاده منظور مهمانان گردید. معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت امینجان شریفزاده سخنرانی نموده تاکید داشت که برای نسل نوروز به خصوص خوانندگان دانستن اشعار شاعران مهم بوده زندگی نامه آنها به جوانان درس عبرت میباشد. هدف ما بنیاد نمودن جامعه واقعا هم دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و یگانه باشد، باید با دست جمعی رو به جانب مکتب و معارف آوریم و من گمان میکنم که انمین زحمت شبانه روزی استادان میتواند که انمین گونه نسل های آینده دار را روی کار آورد. رئیس کمیجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند در برآمدش خوانندگان را بیشتر با آموختن فنهای دقیق تلقین نمود و تاکید کرد که امروزها خوانندگان لیسه به یک قطار دستاوردهای نظررس نایل گشته اکثر ختم کنندگان این مؤسسه صاحب کسب و هنر شدهاند. در حقیقت دنیای معنوی استاد رستم وارگستان همین که امروز تمام طالبان ورد زبان خود معنی رستم خوانند. در همین در دوران صاحب استقلالی یکی از اولین ها شدن لیسی روزتموف کار فعالیت خود را شروع نمود. خوانندگان در برآمدی خود از اشعار شاعر و نویسنده تاجیک مرزا تورسونزاده شعرها قرائت کرده صحنه های جالب را به نمایش گذاشتند. همچنین طریق آینه نیلگون از تاریخ زندگی این شاعری زنده یاد صحنه کوتاه به نمایش گذاشته شد. برگزاری چنین برنامه های ادبی به خاطر گرامی داشت شاعر و نویسندگان خلق تاجیک در مؤسسه به حکم انانه درآمده است. خوانندگان امروز احساس نمودند که اجدادان ما وطن دوست بودند، فرهنگ دوست بودند. آنها البته کوشش نموده استودند که زبان دولتی خود را خوب از خود نمایند، زیرا زبان مادری، زبان شیوای مادری این پیش از همه افتخار ملی ما است، مقدسات ما است. چاربینی ادبی فرهنگی خوانندگان لیسه رستموف به مناسبت 110 سالگی شاعر نویسنده تاجیک مرزا تورسونزاده نزدیک 2 ساعت دوام کرد. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه تلاتی خبر.